شد. به حال تاثیر داره و باید بتونیم که بهترین نتیجه رو بگیریم. انشالله که بتونم بهتون کمک کنم. علاوه بر لایوی که امشب داریم، من امشب نهایی خرداد 1400 رو براتون بررسی میکنم. فقط نمیخوام سوال بررسی کنم، اما درس نامه اینجا براتون گذاشتم، یه سری نکات رو با هم دیگه مرسی بررسی میکنیم. علاوه بر اون نکاتی که با هم دیگه هم بررسی میکنیم دوستان، اینجا یه سری درسنامه‌های کوچیک هست که حتما میتونه کمکتون بکنه. انشالله فردا شب 8:30، پس فردا شب 8:30 اینا کنار هم دیگه جمع میشه. خیلی از این نکات توی امتحان نهاییت مطمئن باش که تکرار میشه. خیلی خب استاد، اوکیه؟ خیلی عالی. بچه بریم شروع کنیم. یه موردی هم هست ممکنه بگی آقا ما نمونه سوال الان نداریم، جزئیه که میخوای بدی رو نداریم. اگر تا آخر لایو همراه من باشی، هم به حال اینکه جزوه نداری یه فکری کردم که جزوه رو به دستت برسونم، و همین که اگر قرار باشه حالا بعدن یه سری تیکه‌هایشو ببینیم، به فکر اون قسمت هم بودم. پس تا آخر لایو همراه من باش، انشالله با هم دیگه یه لایو خیلی خفنی رو داشته باشیم تا یه این سه شب رو با هم بهتر کنیم. خیلی خب بریم. بسیار علی، حدود 400 نفرم تو لایو هم، درسته؟ دمتون هم گرم، براتون میتره کنم. خیلی خب بچه ها، شروع میکنم. گفتم نگران جزوه نباشید، جزوه رو هم به دستتون میرسونم یه جوری. الانم هر نکته که دوست داشتی میتونی قلم و کاغذ کنارت باشه، یادداشت بکنی. شروع میکنم با سوال اول بچه ها. میخواستم اینو، اوکی نیست؟ آها چرا، میخواستم براتون بچه ها از بحث دیماه 1400 سوال بیارم، ولی دیماهو که نگاه کردم دیدم دیماه همه سوالاتش اینه که باید بهشون پاسخ بدی، حالا یا پاسخ کوتاه یا پاسخ بلند. ولی چون تم خرداد این نیست، واقعا تم خرداد اینه که علاوه بر اون ما در واقع سوالات صحیح غلط داشته باشیم، جای خالی داشته باشیم، پاسخ کوتاه داشته باشیم، متصل کنید داشته باشیم. به خاطر همین گفتم اول خرداد با هم دیگه بریم. حالا شما امشب میری، فردا زیستتو میخونی تا ساعت 8:30 شب. 8:30 شب اینجا آنلاین میشی، من برات سوال حل میکنم. این چقدر خفن میشه، نمونه سوال، دو تا نمونه سوال فردا شب برات حل میکنم اگر تعدادتون بیشتر بشه. دوباره میری بعدش میخونی، پس فردا یعنی روز قبل از امتحانت میای 8:30 شب، من یه بار دیگه واسهت یه نمونه سوال دیگه بررسی میکنم، قطعا میری و یه نتیجه خفن میگیری. با سوال اول شروع میکنم. گفته درستی یا نادرستی رو بگو بدون ذکر دلیل. خب همیشه اولین سوالتون همینه دیگه. ببین طرح از کدوم قسمت سال 1400 سوال آورده. گفته هورمون ها پیام های بین یاخته در بدن جانوران را رد و بدل میکنن. بعد ممکنه بگی آقا مگه این سوال، مگه این قسمت، مگه هورمون ها مال 11 نبود؟ میگم آره، ولی جایی که کتاب داره نقش پروتئین ها رو میگه، یه اشاره ای به هورمون ها میکنه. خودش میگه متن کتاب درسیته در فصل 1-12 که هورمون ها جزء هورمون های پروتئینی رو کتاب داره اونجا بررسی میکنه، مثال ضد ادراری و اکسیتوسین رو هم میزنه، میگه پیام های بین یاخته ای رو در بدن جانوران رد و بدل میکنن. این جمله کاملا درسته. حله. بریم بعدی. گفته به تعداد انواع رمزه ها پادرمزه وجود دارد. بچه این جمله خیلی معروفه، هم تو کنکور سراسری و هم توی امتحان نهایی. این جمله غلطه. چرا؟ چون دلیل نمیخواد، ولی اگه دلیل خواست تو آزمون تو، چون رمزه های پایان پادرمزه باری کلا ندارن. پس به چه دلیل؟ این دلیل نخواسته. اینکه به تعداد انواع رمزه ها پادرمزه وجود داره غلطه. چرا؟ چون رمزه های پایان پادرمزه ندارند. بچه ها رمزه های پایان چیا می شدن؟ U A A U A G U G A، سه تا رمزه پایان داریم، باید بلدشون باشی. هر کدومش ممکنه توی آزمونت بیاد. به صورت بگه یکی از رمزهای بی‌معنی رو بنویس. رمزه هایی که پادرمزه ندارن بی‌معنیان، خب میشه این سه تا دیگه. پس غلط شد. گفته جایگاه ژنی گروه خونی آرهاش. اتفاقا یه پستی هم دیروز گذاشتم راجع به همین بود، داشتم تست حل می‌کردم توش. در فامتن کروموزوم شماره 9، فامتن یا کروموزوم. بچه‌ها آرهاش به ما بگن یا گروه خونی مثبت و منفی رو کروموزوم شماره 1 بود، گروه خونی اصلی بگن میشه کروموزوم شماره 9. پس الان گفته آرهاش رو کروموزوم شماره 9 چی میشه؟ باریکالله غلط میشه. پس باید میگفت کروموزوم شماره 1، ولی دلیل نخواسته. نور اوکیه؟ اوکیه؟ خب گفته برای آنکه جمعیتی در حال تعادل باشد لازم است آمیزش ها در آن غیر تصادفی باشد. بچه ها این جمله خیلی جمله گول زننده ایه. من یه چیزی بهتون بگم، به درد کنکورتون هم میخوره، شما کنکورید. کتاب گفته
آمیزش غیر تصادفی، آمیزش غیر تصادفی. میدونی آمیزش غیر تصادفی یعنی چی؟ یعنی من انتخاب کنم با کی ازدواج کنم. چون دارم انتخاب میکنم که با کی ازدواج کنم، میشه آمیزش غیر تصادفی. تصادفی نیست دیگه، انتخاب کردم. رفتار انتخاب جفت در جانوران خودش یه نوع آمیزش غیر تصادفیه، یعنی آمیزشی که من انتخاب میکنم. من همیشه سر کلاس اینو میگم، میگم اگه شما انتخاب میکنی که مثلا همسرت پولدار باشه، خوشگل باشه، حالا ویژگی‌های خوب داشته باشه از نظر شما، شما داری تعادل یک جمعیت رو به هم میزنی. چرا؟ چون داری آمیزش تو غیر تصادفی انجام میدی. پس آمیزش غیر تصادفی جمعیت رو از حال تعادل میبره بیرون. پس برای اینکه جمعیتی در حال تعادل باشد، باید آمیزش ها در آن چی باشد؟ تصادفی باشد. اگه قرار باشه در حال تعادل باشه، تصادفی باشه. یعنی چشتو ببندی بگی خدایا میشه یه نفر حالا خوشگل برای من اوکی کنی، خدا چشتو باز کنی ای خدا برات اوکی کرده، این میشه آمیزش تصادفی. در جمعیت هم به هم نمیزنه تعادلو. پس این باید میگفت چی؟ در آن تصادفی باشد. این چیه؟ غلط. اولین مرحله تنفس یاخته‌ای از زمان حضرت نوح تا به امروز قندکاف سوال کنکور سراسری بوده و امتحانات نهایی به هر نحوی. بچه ها اولین مرحله تنفس یاخته‌ای که میشه قندکاف، بله، به معنی تجزیه گلوکوزه، بله، قراره توی اون گلوکوز شکسته بشه در نهایت بشه پیروات که براتون بررسیش میکنم. من قندکاف رو براتون بررسی میکنم. پس این کاملا درسته، اولین مرحله است. مشترک هم هست بین همه سلول‌های زنده. سراسری 1400 هم اومده بود، یه سوال داده بود، باکتری توش بود، آغازیان توش بود، گیاه توش بود، بعد گفته بود مشترک رو برو پیدا کن. خب میشه قندکاف دیگه. حالا یکی از ویژگی‌های قندکاف رو گفته بود. در رکود تابستانی سوخت و ساز جانور کاهش می‌یابد. درسته بچه‌ها، ما توی رفتار جانوران یه رکود تابستانی داریم. مثل بعضی از لاک‌پشت‌ها این کارو می‌کنن، میرن تو رکود تابستانی، فعالیت بدنشون کاهش پیدا می‌کنه، تو مناطقی که چیزی نیست بخورن، خب چیزی نیست، فعالیتشون رو کاهش میدن که نیازشون هم به غذا کم بشه. یه خواب زمستانی داریم که میدونی دیگه، مثلا مال خرسای قطبیه. البته خواب زمستانی رو یه سری از انسان‌ها هم دارن، یعنی میخوابن دلشون نمیخواد بیدار بشن. چه خواب زمستانی چه رکود تابستانی، سوخت و ساز جانور کاهش پیدا میکنه. پس اگر اینو برای در واقع رکود، اینجا که رکود تابستانی خودش، برای خواب زمستانی هم میگفت، این جمله باز هم درست بود. حله؟ پس این شد درست. این از سوال اول سراسریه. سراسری اینقدر سوال سراسری زدم میگم سراسری. امتحان نهایی 1400 خرداد ما 1.5 نمره هم داشته. تو جیبته. ببین اگر کنکوری خون، یعنی برای کنکور خونده باشی، اعتقاد من اینه امتحان نهایی هیچی نداره. تو زیست، من اصلا کاری به بقیه درس‌ها ندارم، توی زیست امتحان نهایی هیچی نداره، یعنی 20 گرفتنش واقعا خیلی راحته. اگر خونده باشی در طی سال، اگرم نه که اینجا من دارم برای بررسی میکنم، گفتم لایف تموم شد میری میخونی، رفتی خوندی فردا شب میای لایف دوباره بررسی میکنیم، تموم شد میری میخونی دوباره میای پس فردا شب بررسی میکنیم دیگه، چی بهتر از این؟ برو بعدی سری. گفتی در هر یک از عبارتهای زیر جای خالی رو با کلمات مناسب. پیوند اشتراکی بین آمینو اسیدها رو بهش میگن، من دیگه اونجا نمینویسم اینور مینویسم، بهش میگن پیوند پپتیدی. بچه ها حالا فکر کن مثلا تو آزمون تو بگه پیوند اشتراکی بین دوتا نوکلئوتید، خب میشه فسفودیستر. پس اگه بین دوتا نوکلئوتید رو بگه میشه فسفودیستر، بین دوتا آمینو اسید رو بگه اشتراکی رو میشه پیوند پپتیدی، بین آمین یکی با کربوکسیل اون یکی. پس بین آمین و کربوکسیل، آمین یا آمینو اسید با کربوکسیل یک آمینو اسید دیگه. بیا اینجا رمزه یو ای جی، خب همین الان داشتیمش اینجا دیگه، جز رمزهای پایانه. رمزه یو ای جی هیچ آمینو اسیدی را رمز نمی کند، بله، به خاطر همین بهش میگن رمزه پایان. نوشتم اینجا براتون یو ای جی، سه تا رمزه پایان داریم. رابطه بین دگره های آ و بی در گروه خونی رابطه چیه؟ ببین ما یه رابطه همتوانی داریم، یه رابطه در واقع قالب ناقص داریم، اوکیه، یا حد واسط. همتوانی یعنی جفتشون رو با هم ببینم. الان گروه خونی آبی در سطح گوچه قرمز هم کربوهیدرات A میبینم هم کربوهیدرات B میبینم، پس اینا چی هن؟ چون با هم میبینمشون میشه همتوان، اوکیه. من به بچه ها میگم وقتی گفتی هم میشه همتوان دیگه، هم A رو میبینم هم B رو میبینم، اوکیه. حالا بچه ها یه گل صورتی با یه گل سفید با یه گل قرمز ازدواج میکنه، گل قرمز و سفید. ببین اینا با هم ازدواج میکنن، دارم مثال
گل میمونی کتابتون رو میزنم و ممکنه تو آزمون شما گل میمونی بیاد. گل میمونی بیاد رابطش دیگه نمیشه همتوان. چرا؟ ببین گل میمونی قرمز و سفید با هم ازدواج میکنن، بچهشون نه قرمز میشه نه سفید، نه قرمز میشه نه سفید، میشه صورتی. اگه نه این بشه نه اون بشه، وسطشون بشه، میشه غالب ناقص یا همان حد واسط. حله؟ حالا گروه خونی آبی، هم این اومده هم اون اومده، هم آ اومده هم بی اومده، بهش میگن چی؟ باریکلا هم توان. پس اگر گل میمونی رو خواست تو آزمون شما میشه حد واسط یا غالب ناقص هم بهش میگن. یه مثال باحال دیگه هم از اینم میگم، جالبه، حالا بذار بعدم میگم، بذار اینو برم، مثال ولی باحالیه. گفته منظور از آمیزش موفقیت آمیز چه آمیزشیه؟ آمیزشیه که ببین اینجا جای خالیه، ممکنه توی امتحان تو این تعریفی بیاد، پاسخ کوتاه بیاد. منظور از آمیزش موفقیت آمیز آمیزشیه که به تولید زاده های زیستا و زایا، یعنی بچه‌ای که به دنیا میاد هم بتونه زندگی کنه، هم بچه‌ای که به دنیا میاد بتونه تولید مثل کنه، هم زندگی کنه هم تولید مثل کنه، بهش میگن آمیزش موفقیت آمیز. مثلا اسب و الاغ با هم ازدواج میکنن، بچه‌شون میشه قاطر. قاطر میتونه زندگی کنه ولی نمیتونه تولید مثل کنه. پس اینا با هم یک گونه نیستن، آمیزششون موفقیت آمیز نبوده چون بچه‌شون زیستا بوده ولی زایا نبوده اون قاطره. برو بریم. یکی از روش‌های ساخته شدن ATP، خب ما سه تا روش ساخته شدن ATP داریم بچه‌ها، روش در سطح پیشماده، روش نوری، یکی هم روش اکسایش کاهشه. اینجا چی رو گفته؟ گفته در سبز دیسه. بچه در سبز دیسه ATP به روش نوری اتفاق در واقع تولید میشه. حله؟ مثلا الان تو به من بگو، من و تو، من و تو میتونیم ATP رو به روش نوری بسازیم؟ نه. چرا؟ چون سبز دیسه نداریم. من و تو میتونیم ATP رو به روش در سطح پیشماده بسازیم؟ هم در ماهیچه هامون با کراتین فسفات و هم در گلیکولیز یا قندکاف تو مرحله آخر قندکاف ATP که تولید میشه در سطح پیشماده است. حله؟ یا تو زنجیره انتقال الکترون، اگر در زنجیره ATP، ببین الان اینو گفته، ممکنه توی کنکور کهی میگم کنکور تو هم تا نهای تو به جای این بگه ساخته شدن در میتوکنری. بچه خب تو میتوکنری به چه روشی ساخته میشه؟ تو زنجیره، آها، اکسایش کاهش. در ماهیچه ها کراتین فسفات وقتی است به چه روشی ساخته میشه؟ در سطح پیشماده. مرحله آخر قندکاف به چه روشی داره تولید میکنه؟ باریکالله اونم در سطح پیشماده است. یعنی ممکنه هر کدوم از اینا رو بپرسه. این شد نوری. فوتوسیستم ها در غشای تیلاکوئید ها قرار دارن و مولکول هایی به نام ناقل الکترون، ناقل الکترون به هم مرتبط میشن. راجع به خود فوتوسیستم ها جلوتر یه توضیح کوتاه میدم، یعنی یه جنبندی میدم بهتون توی این آزمون، نه در آزمونی که برای فردا قرار دادم. فوتوسیستم ها رو اونجا جنبندی میکنیم، قطعا هم سوال ازش میاد. فوتوسیستم ها در غشای تیلاکوئیدن با مولکولای به نام ناقل الکترون. حله؟ برو بریم. برای درمان موفقیت آمیز یک بیماری میبینی به ترتیب اومده از فصل یک شروع کرده، یه سری جملات جای خالی داده. برای درمان موفقیت آمیز یک بیماری نقطه چین و شناخت دقیق آن بسیار مهمه. بچه‌ها تشخیص، تشخیص اولیه و شناخت دقیق آن بسیار. این متن کتاب درسی در فصل هفتتون. درمانش باید تشخیص اولیش مهمه، شناخت دقیقش هم مهمه. تمام. موازنه بین محتوای انرژی غذا و هزینه به دست آوردن اون رو بچه‌ها بهش میگن غذایابی بهینه. اینم زیاد اومده توی آزمون ها و سوالات امتحانات نهایی. غذایابی بهینه یعنی چی؟ یعنی من بیام دو تا چهار تا کنم، آیا میارزه برای به دست آوردن این غذا این انرژی رو بذارم؟ وقتی موازنه میکنم انرژی که میخوام بیارم به دست بیارم از خوردن این غذا و انرژی که میخوام صرف کنم برای به دست آوردن اون غذا، بهش میگن غذایابی بهینه. حالا اگر غذایابی بهینه تو آزمون تو تعریفشو خواست، چون معمولا دو تا سه تا کلمه میدن میگن اینو تعریف کن، واژه میدن میگن تعریف کن، غذایابی بهینه رو خواست، اوکیه. موازنه بین محتوای انرژی و هزینه به دست آوردنش، بهش میگن غذایابی بهینه. تموم شد. حله؟ برو بعدی. سوال سوم گفته آقا انتخاب کن. ببین راحته، واقعا سخت نیست. میگم
نمیگم حالا قرار همه 20 بگیرن امتحان نهایی رو، ولی حیف 20 نگیرن واقعا. گفته از بینت کلمات داخل پرانتز گزینه مناسب رو انتخاب کنید. دی ان ای در راکیزه به حالت چیه بچه ها؟ حلقویه. حالا ممکنه به جای راکیزه به شما بگه سبز دیسه، فرقی نمی کنه. دی ان ای راکیزه، سبز دیسه و دی ان ای باکتریا حلقویه، که باکتریا میتونن دو نوع دی ان ای حلقوی داشته باشن. دی ان ای حلقوی که متصل به غشاء همشون دارن، همشون دی ان ای کوچولویی هم به نام پلازمید یا دیسک و بعضیاشو میتونن داشته باشن. حله؟ پس اون دی ان ای حلقوی که متصل به غشاء رو همه رو داره، همه دارنش. برو بریم بعدی. گفته اتصال بعضی رناهای کوچک مکمل به کدوم رنا مثالی از تنظیم بیان ژن پس از رونویسیه. بچه‌ها اتصال بعضی از رنای کوچک مکمل به رنای پیک متن کتاب درسیته. اینجا رو ببین، اینو من برات آوردم، لطفاً این جزوه رو برات قرار میدم، اینو میخونی. ببین سه نوع تنظیم بیان ژن تو یوکاریوت داریم در مراحل غیر از رونویسی، در مراحل غیر از رونویسی، حالا مثلا بعد از رونویسی منظورشه دیگه، اوکیه، یا قبل از اون، تو خود رونویسی نباشه. یکیش اینه، ببین اتصال بعضی رناهای کوچک مکمل به رنای پیک، پس اینجا جوابش میشده چی؟ توی اون سوال جوابش میشده رنای پیک. حله؟ اینا جلوگیری میکنن از کار ریبوزوم، به خاطر همین میگیم تنظیم بیان ژن تو رونویسی نیست، بعد از رونویسیه یا قبل از ترجمه است. بچه‌ای که دوره من رو داشتن میدونن ما این رو داشتیم توی دورمون، همین اسلاید رو دقیقاً براشون بررسی کردم. حتی بچه‌ای که ده دور دوره جمع‌بندی ده دور رو هم تهیه کردن، من اینو براشون قرار دادم. حالا راجع به ده دور یه کوچولو باهاتون صحبت میکنم. یه دونه دیگه اش چیه بچه‌ها؟ تنظیم بیان ژن در سطح فامتنی. اینم مهمه، هر چقدر فامتن فشرده‌تر باشه رونویسی کمتر اتفاق میفته. چرا؟ چون دسترسی رنابسپاراز به ژن کمتر میشه. هر چقدر فامتن فشردگیش کمتر باشه دسترسی رنابسپاراز به ژن بیشتر میشه، طبیعتاً رونویسی هم بیشتر میشه. پس تنظیم بیان ژن در سطح فامتنی به فشردگی بستگی داره، اوکیه؟ که این بهش میگن تنظیم بیان ژن قبل از رونویسی. حواست باشه این قبل از رونویسیه، این بعد از رونویسیه، این رنای کوچک مکمل. میتونیم تغییر در طول عمر رنای پیک هم داشته باشیم، چه این مختص یوکاریوتا نیست، این توی پروکاریوتا هم، یه کوچولو پروکاریوتا یا باکتری هم میتونن طول عمر رنای پیکشون رو تغییر بدن، یه کوچولو. ولی تنظیم طول عمر رنای پیک اینم برمیگرده به تنظیم بیان ژن بعد از رونویسی. این بعد از رونویسی چون رنای پیک تولید شده، رونویسی انجام شده، رنای پیک تولید شده، میشه بعد از رونویسی. اینم میشه بعد از رونویسی، این میشه قبل از رونویسی. این ستا رو تو ذهنت داشته باش، هر کدوم ممکنه بیاد. گفتم جزوه رو اگر تا آخر همراه هم باشی یه جوری به دستت میرسونمش. برو بعدی. سوال چهارم، گفته آقا دلیل علمی بنویس. دلیل علمی، قطر مولکول دنا در سراسر آن یکسان است. بچه ها دلیلش این میشه، چون همیشه مقابل یک باز دو حلقه ای پورین یه باز تک حلقه ای قرار میگیره پیرمیدین. شما هر جای دی ان ای رو نگاه بکنی میبینی هر جا پورینه است یه روبروش پیرمیدینه، هر جا تک حلقه ای است روبروش دو حلقه ایه. این باعث میشه که هر جا شما نگاه میکنی سه حلقه باز عالی داشته باشیم. نگفتم سه حلقه عالی، سه حلقه باز عالی داشته باشیم، یه پورین روبروش پیرمیدین. پس دلیل اینکه قطر یکسانه، اولا اینکه اینو کی گفت؟ واتسون و کریک گفت دیگه، واتسون و کریک. حالا چرا یکسانه؟ به خاطر اینکه روبروی هر باز تک حلقه ای باز عالی نیتروژن دار یک دو حلقه ای قرار گرفته. حالا تو دیگه تو کاملشو می‌نویسی، هر جا نگاه میکنم سه حلقه باز عالی میبینم. حله؟ من یه نگاه بکنم لایو، بسیار عالی. خب گفته آرسنیک مانع فعالیت آنزیم میشه. بچه کلن سم جماعت به درد کنکورت هم میخوره. با سوال سراسری 99 بوده به والله، همین به جای آرسنیک گفته بود سیانید، گفته بود سیانید چگونه بر تنفس یاخته‌ای تأثیر میگذارد. سوال کنکور سراسری 99، برو ببین خارج از کشور نگی دروغ گفتم. آرسنیک مانع فعالیت آنزیم میشه. کلن بچه سم جماعت کارشون اینه اشغال جایگاه فعال آنزیم. حواست باشه سم اشغال میکنه، دما، دمای خیلی بالا تغییر شکل میده. پس حواست باشه دمای بالا اشغال نمیکنه دیگه، اینو بهت نندازم بهت این جمله رو برای دمای بالا،
دمای بالا باعث تغییر شکل جایگاه فعال میشه. یکی اشغال میکنه، یکی تغییر شکل میده. اون سمه، حالا سیانید، آرسنیک. اون یکی دمای بالاست که باعث تغییر شکل میشه. هر کدومشو میتونم بهت بدم. در فرایند رونویسی به رشته مکمل رشته الگو رشته رمزگذار گفته میشه. خب چرا بهش میگن رمزگذار؟ بچه ها به خاطر اینکه توالیش به جز جاهایی که تی وجود داره، توالیش کاملا مشابه رنای پیکه. چرا بهش میگن رمزگذار؟ چون توالیش مشابه رنای پیکه، فقط به جای تی یو داخلشه. توالیش چون کاملا مش کاملا که میگم به جز من ایراد نگیریم دیگه، به جز اون محل تی، توالیش مشابه رنای پیکه، به جای تی یو داره در ساختار خودش. به خاطر هم بهش میگن رشته رمزگذار. خب بعدی، این البته دیگه از بچه از کتاب شما این گزینه هست شده، یعنی این خیلی واضح تو کتاب شما نیست ولی من میگمش، اشکال نداره چون داریدش تو کتاب، ولی اینجوری نیست. انگل مالاریا تو کتاب شما هم گفته در گلوبول‌های قرمز افراد ناخالص نمیتونن رشد کنن. پس اگر یه جور دیگه این سوالو داد، مثلا اومد تو جای خالی گفت افرادی که انگل مالاریا نمیتونه تو گلوبول قرمزشون رشد کنه، تو چی می‌نویسی؟ HBA HBS. تو کیا میتونه رشد بکنه انگل مالاریا؟ تو اونایی که خالصن، HBA HBA. اوکیه؟ این بنده خدا چی؟ HBS HBS. اینا در معمولا در سنین پایین میمیرند، بس با این کاری ندارم. توی اینا نمیتونه رشد بکنه، تو ناخالصا. توی خالصا میتونه رشد بکنه. حالا علتشو قبلا گفته بود دیگه، تو کتاب شما نیست علتش. حالا پارسال گفته بودی، گفته بود وارد میشود، بعد گلوبول قرمز داسی شکل میشه زمانی که مالاریا میاد، بعد مالاریا نمیتونه رشد بکنه. ندارید دلیلشو، ولی خودشو دارید. از هر کدوم از اینا میتونن سوال بپرسن. بریم فصل 7. اینترفرون ساخته شده با روش مهندسی ژنتیک چرا فعالیت بسیار کمتر از اینترفرون طبیعی داره؟ گفته دلیلشو بگو. بچه ها، به دلیل تشکیل پیوند نادرست در باکتری. به دلیل تشکیل پیوند نادرست در باکتری. خب شما میدونید دیگه، ما تو مهندسی ژنتیک از باکتری استفاده میکنیم به طور معمول. خب اینترفرون انسان رو بخوایم اونجا بسازیم، یه سری پیوندهای نادرست میده، فعالیتش کمتر میشه. حالا راهش چیه؟ ممکن از راه اصلاحش از ما سوال بپرسن. جا به جایی یک آمینو اسید با مهندسی پروتئین، یا آمینو اسید رو تغییر میدیم و خلاص، شکلش تغییر میکنه، فعالیت ضد ویروسی زیاد میشه، پایداریش هم زیاد میشه. حله؟ پس اگه گفتن چه جوری بخوایم تغییرش بدیم، در مهندسی پروتئین با جابجایی یک آمینو اسید. حله؟ پلاسمین هم همینه ها. اگه راجع پلاسمین هم از ما پرسیدن، میگیم پلاسمین هم با جابجایی یک آمینو اسید فعالیتش و ماندگاریش بیشتر میشه. چه پلاسمین چه اینترفرون. حالا علت اینکه اینترفرون فعالیت ضد ویروسیش کمه، به خاطر اینکه تشکیل پیوند نادرست داشتیم. کجا؟ تو باکتری. کجا؟ تو باکتری. حله؟ خیلی عمالی. برو بعدی. گفته قند مولکول دنا و رنا با یکدیگر مقایسه کنید، دو مورد هم بگید. خب بچه‌ها، یکیشون اول اینکه جفتشون 5 کربنن، یکیشون ریبوز برای رنا، دیوکسیریبوز برای دی ان ای. دیوکسیریبوز یک اکسیژن کمتر داره. کلا بچه دی وقتی اول یک کلمه میاد، دی به معنی کم داشتن، یه چیزی کم داشتنه. الان دیوکسی یعنی اکسیژن کم داره. حله؟ پس یکی ریبوز، اون یکی دیوکسیریبوز. دیوکسیریبوز یک اکسیژن کمتر داره، جفتشون هم که 5 کربنن. دیگه من ننوشتم ولی گفتم. گفته در کدام طرح همانند سازی؟ 3 طرح همانند سازی داشتیم: حفاظتی، نیمه حفاظتی، پراکنده. حله؟ گفته هر دو رشته رنای دنای قبلی به صورت دست نخورده. خودش داره میگه دیگه، دست نخورده یعنی حفاظتی. اگر دی ان ای مادری کاملا حفظ بشود، حفاظتی. دی ان ای های حاصل یه رشتهش مادری باشه، یه رشتهش دختری باشه، نیمه حفاظتی. چیزی که مزرسون و استالون اثبات کردن. اگرم توی دی ان ای های حاصل قطعه های از دی ان ای جدید و قدیمی ببینیم، خب میشه پراکنده. الان گفته دست نخورده میشه چی؟ حفاظتی. 25 سالم هم داشته. این شکل به اندازه موهای سر من، که حالا خیلی هم زیاد نیست. این سوال امتحان نهایی بوده بچه ها، باور کنید، چه خارج کشور چه داخل کشور.
آره داره همانندسازی رو نشون میده. خودش که گفته آقا شکل روبرو علامت سوال بگو چه آنزیمیه. این باشه، این داره پیوند هیدروژنی میشکونه. پیوند هیدروژنی میشکونه میشه چی؟ باریکلا هلیکاز. این زردا کیان؟ دنا بسپاراز. ممکنه زردا رو از ما بپرسه. حله؟ در یه دوراهی، در یه دوراهی. ببین بگذر از امتحان نوبت اولا، بعضی از معلم‌ها من دیدم نمونه سوالاتشون مثلا در نوبت اول یه جوری میان سوال میپرسن انگار مثلا دانش آموز چیکار کرده باشون. بابا این به خود تم امتحانای همینه. الان من این 4 تا 5 تا نمونه سوال واسط حل میکنم تو این 3 شب. امشب یه دونه، فردا شب دو تا، پس فردا شب دو تا. چرا امشب یه دونه؟ چون تازه امروز امتحان داشتی، گفتم سبک باشه. فردا شب چون از الان میری تا فردا شب میخونی میای یه خورده آماده ای، دو تا نمونه سوال واسط میزنم. پس فردا شب هم همین. سوال همینه. ممکنه اینو بپرس آقا توی یه دوراهی چند تا دنا بسپاراز داریم؟ دوتا. چند تا هلیکاز داریم؟ یکی. این چیه؟ اگه اینو بگن چیه؟ این وای شکله چیه؟ دوراهیه. این برام همینه دیگه. پس آنزیمش میشه هلیکاز. برو. این چیه بچه ها؟ شکل ترجمه رو گذاشته. باز شکل 25 صدمی بوده، بالای نیم نمره بوده. گفته شکل روبرو کدام مرحله از ترجمه؟ بابا همه چی از هم جدا شده، همه چی از هم جدا شده. داره مرحله پایان ترجمه رو میگه. پایان، پایان. اگر یه دونه فقط میدیدی هیچی نبود، میشد آغاز. اگر یه دونه میدیدی یکی دیگه هم داشت وارد میشد، میشد تعویل شدن. این مرحله پایان ترجمه است. رمز پایانی که اینجا هم وجود داشته UAA بود، حالا خیلی مشخص نیست تو تصویر آزمون. همین، همین. این چیه؟ آقا چرا اینو گذاشتی؟ میگم چون این سوال از ما پرسیده بود، من به دانش آموزم این، برای دانش آموزم اینو گذاشتم. مقایسه دی ان ای و آر ان ای. قنداشون اینا دیگه، ریبونوکلیک اسید. اینجا قندش ریبوزه، این دیوکسی ریبوزه. یک تا سه گروه فسفات هر نوکلئوتیدی میتونه داشته باشه، توی جفتشون فرق نمیکنه. بازهای پیرمیدین رو براتون نوشتم. اینا بچه ها تک حلقه ای، میبینی یه حلقه شیش کربونه دارن، شیش کربونه نه، شیش ضلعی. یک حلقه شیش ضلعی دارن. چیا؟ پیرمیدینا. ولی پورینا جوانن، دو حلقه این، دو تا حلقه دارن، یه حلقه پنج ضلعی، یه حلقه شیش ضلعی. پورینا کیان؟ آدنین و گوانین. پیرمیدینا کیان؟ سیتوزین، تیمین، یوراسیل. که تیمین میدونی باز اختصاصیه، اینا اینجا نوشتم، باز اختصاصی دی ان ای تیمینه، باز اختصاصی آر ان ای یوراسیل. یک تا سه گروه فسفات هم میتونه داشته باشه. اگر آزاد باشه نوکلئوتید، معمولا سه فسفاته میبینیمش. بخواد بره تو پیوند، دوتا از فسفاتاشو از دست میده، میشه تک فسفاته. توی جزئیه که بهتون میدم اینم هست. مقایسه یه مرور دیگه بچه‌ها. قنداشون هم که با هم دیگه بررسی کنیم دیگه، میدونی بچه‌ها خیلی واضحه دیگه. این تک رشته ای، این دو رشته ای دیگه. حله. برو بعدی. اینم باحاله. یه جنبندی هم این پایین برات. چی میخوای؟ چی میخوای؟ بیا. اونی که اومده تو این لایو ضرر نکرده قطعاً، هر چند نفر اصلا اهمیتی نداره. اوکیه؟ من دلم میخواست چون دوره شب امتحان آماده نکردم واسه 12 و چون کنکوری هم هستید، من میدونم برای 10 و 11 لایو نذاشتم، فقط چون کنکوری هستید دوره شب امتحان هم براتون آماده نکردم، گفتم براتون لایو بذارم و سوال بررسی کنم، یه سری نکات کوچولو بگم به دردتون میخوره. گفته هر یکی از آنزیم های جدول زیر وظیفه ساخت کدام نوع رنا رو به عهده دارن. خب بریم بچه ها. رنا بسپاراز یک خودش گفته آر آر ان ای رو میسازه. رنا بسپاراز دو ام آر ان ای رو میسازه. رنا بسپاراز سه تی آر ان ای رو میسازه. حله؟ رنا بسپاراز یه دونه اضافه کن، رنا بسپاراز پروکاریوتی، اوکیه، همشون رو میسازه. همشون یعنی چی؟ یعنی آر آر ان ای، ام آر ان ای، تی آر ان ای. پس رنا بسپاراز پروکاریوتی هر سه تا اینا رو میسازه. حالا من این کارو نکردم، ببین اینجا رو، اینجا رو داشته باش. اومدم نوع رنا آر آر ان ای، ام آر ان ای، تی آر ان ای، محل ساخت، محل فعالیت، اوکیه، آنزیم سازنده شون. ببین همین سوال بوده، آنزیم سازنده شون. قابلیت ترجمه کی داره؟ پک فقط داره، این دوتا قابلیت ترجمه ندارن. وظیفه شون، این به این میگیم آرنه حمال، حمل میکنه. حمال معنی بدی نداره، حماله، حمل میکنه آمینو اسید رو. این در ساختار ریبوزوم شرکت میکنه. آر آرنه، آرنه پک ترجمه میشه، انتقال اطلاعات.
اینم برات نوشتم تو جزوه‌ای که بهت میدم به عنوان هدیه، اینم توشه. اوکیه؟ خیلی عمالی. ببینم. آها. یه استرات کوچولو کنیم با یه بچه. میخوای کامنت هم باز کنیم ها؟ خیر، منم داشته باشم بچه اینجا کامنتاتونو ببینم. چی شد؟ بسته شد این پسوردش هم بود؟ پسوردش توی گوشیمه. پسوردش رو بگیم بچه هم بدونن. پسورد گوشی. بچه یه لحظه من الان میام. یه استرات کنیم. البته میتونم با همین هم چک کنم دیگه، نیازی ندارم. آره با همین هم میتونم چک کنم. خب بچه ها کامنت ها باز الان من یه کامنت هاتون اینجا میخونم بچه ها. ببینم که چی میگید، حرفای خوب بزنید، انرژی مثبت بدید. ببینم چی گفتید. خب یه نت من اینجا ضعیفه، نت با نت چیز اومدم. چند نفر الان تو لایون؟ بسیار عالی. خب بچه ها اگه سوالی چیزی هم دارید میتونید بپرسید. حالا من اگه بتونم بالا بیارم اینو قطعا یکی دوتا سوالم میبینم، به سوالتتونم جواب میدم بچه ها. جزوه رو چطوری باید دریافت کرد؟ تا آخر لایو باشید بهتون میگم. دهمی اومدی تو لایو، دمت گرم. برد استقلال مبارک. نبرد، مساوی کرد، ولی قهرمانیش اگه منظورت مبارک. بچه جشن من ندیدم، به خدا اومدم تو لایو. چقدر من خوبم. لایو رو سیو نمی کنم، ولی یه جور دیگه اجازه دسترسی بهتون میدم. کی میتونه متوجه بشه چه جوری اجازه دسترسی میدم؟ کسی که تا آخر لایو باشه. ولی سیو نمی کنم، ولی اجازه دسترسی یه جوری میتونم بهتون بدم. به ما دهم هم کمک کنید. ساناز فکر کنم دیگه بچه ها براتون کل نوبت اول و رایگان پنج فصل، براتون چهار فصل به صورت کامل، دهم ها، یازدهم ها پنج فصل، دوازدهم هم چهار فصل، تو آپارات هم هست، برید ببینید دیگه. یه کمک یعنی چی من نمیفهمم. قهرمانیمون هم مبارک. کدوم فصل ها بیشتر از همه نمره داره بچه ها؟ بارم براتون میذارم. بارمه به قول استاد هادی آقا بارم نیست و بارمه. خیلی تاکید داره استاد هادی که آقا بارم نیست، بارم. آیا هادی البته الان فکر کنم باشگاه نمیبینه، اونم براتون بارمشو میذارم. خیلی به این چیزا فکر نکنید، ولی نوبت دوم بیشتره، یعنی یه کوچولو ها. امتحان نهایی تقریبا سعی میکنن نوبت اول و دوم 10-10 باشه. خیلی خوب. آپارات بله بله آپارات برید. بسیار عالی. خب این از این. حالا میخوای کامنت ها فعلا باز باشه، من یه توضیح بدم راجع به بچه. حالا چون 12 هم هستن، من با اجازتون بچه آب بخورم. چیز خاصی نیست، دروغ نگم به خدا، نسکافه است. ولی حالا این فکرم گرمه. چای هم بچه من تو زندگیم نمیتونم به خوردن چای دست رو بزنم. یعنی اگه همین الان چای خورده باشم مثلا 0.03 ثانیه گذشته باشه، بعد من بگن چای میخوری، من میخورم در این حد. خب بچه ها چون این لایو برای 12 هست، من راجع به پروژه جنبندی 10 دور یه توضیح بدم. خیلی خوب گوش کنید. حالا کامنت ها هم بازه، سعی کنید کامنت نخونید بچه، منو ببینید عزیزان دل. کامنت رو که میرید میخونید حواستون پرت میشه. گوش کنید ببینید. پروژه جنبندی 10 دور خیلی از بچه ها استفاده کردن و دیدن تأثیراتش و پیام تشکراش هست، میتونید برید ببینید. در پروژه جنبندی 10 دور بچه شما میدونید امتحان نهاییتون تموم شه 15 روز تا کنکورتون میمونه. کل امتحانات نهاییتون تموم شه، چون تجربی هستید 15 روز میمونه. بچهای ریاضی مقدار کمتره. 15 روز چیکار میتونید بکنید؟ هیچی، فقط میتونید شکر خدا بکنید تو اون 15 روز. یعنی عملا شما نمیتونید مطلبی بخواید بخونید. که ما اومدیم توی پروژه جنبندی 10 دور 10 تا آزمون 50 سواله براتون طراحی کردیم و براتون تحلیلش میکنیم، نکته و تست براتون قرار دادیم. ببین منو، بهترین راه برای جنبندی توی روزهای پایانی استاد چیه؟ جنبندی به صورت آزمونه. اوکیه؟ یعنی جنبندی که باعث بشه دانش آموز برای سر جلسه آماده بشه. من میدونم دغدغه امتحان نهایی تو داری، چون دغدغه امتحان نهایی تو داری من اومدم تایم گذاشتم 3 شب 3 تا 2 ساعت من بیام واسط حدودا لایو بذارم. ولی اینو بدون، پروژه جنبندی 10 دور واقعا میتونم بگم همچین پروژه‌ای در کشور نداریم، واقعا نداریم. با احترام به همه همکارا، دوستشون دارم، همه دوستای من هستن، ولی همچین جنبندی برگزار نشده. 500 تا سوال، 10 مجموعه سوال 50 تایی براتون آماده کردم، تحلیل میکنم براتون، نکته بهتون میگم و
و باعث میشه تو روزهای پایانی آماده بری سر جلسه. خودت میدونی تو این توی زیست شناسی فقط این نیست که تو یه سری نکات رو بدونی، باید بتونی اون نکات رو پیاده بکنی سر جلسه، اون 50 تا سوال رو بتونی براش آماده بشی. من اومدم توی 10 دور چیکار کردم ببینم میتونم بیارمش اون رو، اگر بتونم بحث 10 دور رو بیارم فکر کنم آها اینجاست بچه ها. خب این که آزمون خودتونه، با پاسخنامه براتون میذارمش. این مثلا دور اولشه بچه ها، ببینید چیکار کردم توی دور اولش. توی دور اولش اومدم برای مثال سوال اول استخوانه مشابه 1400، سوال اولو زدم یه جنبندی از استخوان رفتم، یعنی خیال دیگه راحت میشه. سوال دوم از بحث گیاهیه، سوم از بحث تنفس یاخته‌ایه. ببین اومدم تو تنفس یاخته‌ای گیاهی، تنفس نوری رو مثلا اینجا بررسی کردم با تنفس یاخته‌ای. آقا تو کنکورت بیاد بتونی جواب بدی استاد، معلومه اینا. خب یا مثلا سوال بعدی از قلبه، نیومدم مثلا به تو بگم آقا جنبندی قلب 10 تا سوال، نه یه سوال تو آزمون من از قلب بوده، تو آزمون اول جنبندی کامل قلب رو برات اینجا قرار دادم، اوکیه؟ اینجا رو داشته باش. یه سوال داشتیم از پرندگان، گفته ویژگی انرژی بیشتری مصرف میکنن، مشخصه؟ خب حالا اومدم توی اسلاید بعدیش پرندگان رو برات جنبندی کردم. خب تو روزای آخر تو چی میخوای؟ تو روزای آخر دقیقا همچین چیزی میخوای که آقا من یه چیزی دیدم بتونم جنبندیشم ببینم. این مثلا دور اوله، گلوبولای قرمز بررسی شده، یه سوال مغز ماهی، این همین بود که الان براتون بررسی کردم، مراحل تنظیم بیان ژن در مراحل غیر از رونویسی. دیگه اینجا رو داشته باش، یه سوال زدم استاد از بحث زنجیره انتقال الکترون میتوکندری، هر سال سوال کنکوره. ببین چیکار کردم، جنبندیشو قرار دادم، شکل کتابشو بررسی کردم تو 10 دور، اینجا اومدم برات کلی جنبندی قرار دادم. این تازه آزمون یکشه، سوال دارم از حشرات، اوکیه؟ ایناش از حشرات، کل حشرات اینجا بررسی کردم، کل حشرات رو بررسی. این دور اولشه فقط ها، این فقط یه دورشه، برو دور بعدی. بذار چند تا مثال بزنم، حالا استراحتتون هم میشه زیادم اینا. دور دوم، آقا سوال اول دوباره از قلب، حالا بحث پیام الکتریکی، شکل کتابو کامل رو پیام الکتریکی قلب برات میبندم. سوال بعدی تثبیت کننده های نیتروژن، حالا اینجا بحث تثبیت کننده های نیتروژن رو وسط بستم، اوکیه؟ بیایم کلی سوال داریم. سوال بعدی از ریبوزوم، بحث ریبوزوم اینجا رو سوال داریم، از بحث اسپرماتوسید اسپرمزایی جنبندی برات گذاشتم، روزای پایانی، اوکیه؟ سوال داریم از مریستم گیاهی، مریستم گیاهی رو برات بستم. هر چیزی که سوال داریم از مغز بستم، سوال داریم از مزلسون و استال، مزلسون و استال 12 دیگه یادته، اینجا مزلسون و استال رو کامل برات بستم، لوله گوارش بستم، هر چی که فکر کنی هست. این آزمون دوشه اینجا رو استاد، من این اتفاق 10 دور افتاده، دور چهارم، دور پنجم، دور ششم، دور هفتم، دور هشتم، دور نهم، دور دهم. مگه شوخی این همه مجموعه سوال آخه؟ 500 تا سوال با جنبندی بچه ها. الان همین دور نهم من داشتم نگاه میکردم، آقا یه اولین سوالش از هورمون های لوله گوارشه، هورمون های دستگاه گوارش رو بررسی کردم، نه فقط لوله گوارش، کل دستگاه گوارش. آقا رفتی تو کنکور هر کدوم شما تو دور نهمه جنبندی اینا، حبابک بررسی شده. خلاصه بچه ها هر چیزی بگم کم گفتم. یا اینجا ببین مراحل تخلیه ادرار بررسی شده، آقا من با هم ماندن کروموزوما بررسی شده، روزای آخر واسط مرور میشه، آقا با هم ماندن تو یه سلول، تو دو سلول دیگه، هر چیزی که فکرشو کنی تو خودت فکر کن دیگه، 10 بار این تکرار میشه. خیلی سری رفتم اینو حله. حالا برای بچه‌ای که تو لایون، با اجازه استاد ملاکه نرده، برای بچه‌ای که تو لایون چون 12 پروژه جنبندی 10 دور بچه‌ها با تخفیف، میدونی تخفیف 50% داره، ولی به کنار 57% تخفیف برای بچه‌هایی که توی لایون به دایرکت پیام میدید، مشاورین راهنماییتون میکنن. الان به فکر امتحان نهاییت باش، منم فردا و پس فردا امتحان نهایی رو تحلیل میکنم، ولی رفتی امتحانات تموم شد دیگه باید به فکر چی باشی؟ جنبندی باشی. من حیفه بچه‌ها، ببین تعداد خیلی زیادی از دانش آموزای کشور استفاده کردن تا به الان، اوکیه؟ تعداد محدودی تو این لایون، همین تعداد محدود هم استفاده بکنن نتیجهشو ببرن واسه من کفایت میکنه، این تعداد محدود هم بتونن ازش استفاده بکنن.
اگر میخوای از این دوره استفاده بکنی، از پروژه جمع‌بندی 10 دور که به درد اون 15 روز پایانیت میخوره، 10 بار زیست شناسی رو مرور کنی با نکات جمع‌بندی شده، به دایرکت پیام بده، بگو توی لایو بودی، مشاورین راهنماییت میکنن، 50% تخفیف داره برای بچهای توی لایو، 57% دیگه. اینم یه هدیه، علاوه بر اینکه جزوه میخوام بهتون بدم، فیلمو میخوام یه جوری به دستتون برسونم، پروژه جمع‌بندی 10 دورم با 57% تخفیف دیگه تقدیم به شما. اوکیه؟ بریم استاد، میخوام برم ادامه. کامنتم بسته باشه دیگه. اینم در مورد پروژه جمع‌بندی 10 دور اینجا گذاشته بودم که یادم باشه بهتون توضیح بدم. خب بریم. فکر کنم یه بار باید بزنم تا بیاد. چون دو بار بازش کرده بودم اینطوری شد. خب هم گرمه هم من هنگ کردم. میخواییم اسپلیت استودیو روشن شه؟ آره خیلی گرمه. چیکار کنیم؟ آره اون پی دی اف بود. نه اوکیه، یه ذره با این میزنم بره. خب بریم بچه ها ادامه. با این میزنم بره، مشکلی نداره. بریم ادامه ببینیم چی داریم. بچه سوال نو در مورد تنظیم بیان ژن در باکتری ایکولای. من اینجا یه جمع‌بندی میگم. اوکیه؟ توی دوره بعدی، اینقدر 10 دور کار کردم میگم دوره بعدی، توی آزمون بعدی که براتون بررسی میکنم انشالله فردا شب، اونجا هم یه جدول جمع‌بندی قرار میدم در مورد ایکولای. گفته تو تنظیم منفی چه پروتئینی مانع پیشروی رناباسپاراز میشه. بچه ها وقتی میگن تنظیم منفیه یعنی یکی داره مهار میکنه، پس میشه پروتئین مهار کننده. اوکیه؟ ببین تو منفی مهار کننده داریم، تو مثبت فعال کننده داریم. اوکیه؟ منفی مال لاکتوزه، مثبت مال مالتوزه. در تنظیم مثبت چه عاملی سبب میشود فعال کننده به جایگاه خود بچسبد؟ ایناش مالتوز. چه عاملی مالتوز. در تنظیم منفی چه عاملی باعث میشود مهار کننده برداشته شود؟ لاکتوز. یعنی ممکن اینو ازت بپرسه. حل مهار کننده به چی وصل میشه؟ متصل میشه به اپراتور. حواست باشه. فعال کننده به چی وصل میشه؟ به جایگاه اتصال فعال کننده. حواست باشه. اپراتور بعد از راه اندازه، فقط اینکه مهار کننده میخواد جلوشو بگیره، ولی جایگاه اتصال فعال کننده، این جایگاه اتصال قبل از راه اندازه. حله؟ خیلی عمالی. برو بعدی. این پرزنتر من کار نمیکنه. گفته اصطلاحات زیرا تعریف کنید. همیشه بچه ها تو امتحانات نهایی، حالا به خصوص دی ماها که یه مقدار فرق میکنه تمشون با خردادها، یکی دو تا تعریفی میاد، واژه میده میگه تعریف کن. مثلا اینجا گفته آقا صفت رو اینجا برای ما تعریف کن. بچه صفت میشه چی؟ میشه ویژگی قابل به ارث رسیدن. همین. حواست باشه هر ویژگی در جانداران نمیشه صفت، ویژگی قابل به ارث رسیدن میشود صفت، پس این میشه ویژگی قابل به ارث رسیدن. جهش چی میشه بچه ها؟ جهش میشه تغییر ماندگار در ماده وراثتی. هر تغییری نه، تغییر ماندگار. هر ویژگی نه، ویژگی قابل به ارث رسیدن. حالا دوتا تعریفی بوده که توی این آزمون از ما، یعنی از دانش آموز سوال پرسیده. برو بعدی. بعدی گفته آها آها ببین، توی جای خالی، توی جای خالی رابطه بین آ و بی رو پرسیده بود، توی سوالا اومده رابطه اون گل میمونیه رو گفته. گفتم گل میمونی بچهش نه قرمز میشه اگه قرمز و سفید با هم ازدواج کنن، نه سفید میشه، نه این نه اون، باریکلا میشود حد واسط یا غالب یا بارز ناقص. پس میشه حد واسط یا بارز ناقص یا غالب ناقص. گل میمونی رو خواسته.
گفته مردی هموفیل. آها این خوبه. این مرد هموفیل این شکلیه دیگه، X هاش کوچیک Y، با زنی سالم و ناقل هم نیست، یعنی کاملا سالمه. یعنی زنه این بوده، X هاش بزرگ، X هاش بزرگ. بچه قبول دارین پسر این خانواده بیمار نمیشه به هیچ وجه؟ چرا؟ چون مامانه کاملا سالمه. چون مامانه کاملا سالمه پسر بیمار نداریم، دختر بیمار هم نداریم. این اصلا این خانواده بچه بیمار از لحاظ هموفیلی نمیدهد. حله؟ گفته ژن نمود و رخ نمود فرزندان این خانواده را بنویس. حالا چون با مربع پانت خواسته با پانت بنویسم، بدون پانت هم میشود. حله؟ بیا مامان چیه؟ ایکس. مامان رو بالا مینویسم، ایکس هاش بزرگ، ایکس هاش بزرگ. بابا چیه؟ ایکس هاش کوچیک ایگرگ، چون بابا بیماره دیگه. حله؟ حالا چجوری مربع پانت چجوری بود؟ اینو در این ضرب میکنم، این در این میشه x هاش بزرگ، x هاش کوچیک. دختره چون رخ نمودم خواسته، دختره ناقل، اوکی بیمار نمیشه. این با این بره چی؟ باز همین میشه x هاش بزرگ، x هاش کوچیک. پس همه دخترها میشن ناقل، دخترها همشون ناقل میشن. حالا پسرها، پسرها هم گفتم همشون سالم میشن دیگه. x هاش بزرگ، این در این میشه x هاش بزرگ y، این در این هم میشه x هاش بزرگ y. فرزند بیمار نمیدن، هر دو پسر سالم، دخترها هم هر دو ناقل. پس فنوتیپ چی میشه؟ رخ نمود دختر ناقل، پسر کاملا سالم. چون پسر ناقل در وابسته به ایکس نمیدیم. همین. حالا نمونهای دیگه‌ش هم داریم توی دورهای بعدی با هم دیگه میایم و بررسی میکنیم. فعلا یه موردش بود. رفتی خوندی فردا اومدی، موردهای بیشتری رو با هم دیگه بررسی میکنیم. گفته ها، گفته بس کن در مورد جهش، در مورد جهش. گفته آقا در این نوع جهش رمز یک آمینو اسید به رمز دیگر همان آمینو اسید. بچا وقتی من اسمم مثلا محمد رضاه، محمد صدام نکنی، رضا هم صدام کنی، بازم خودم جواب میدم. پس جهشی که اتفاق افتاده، تغییری که تو ایجاد کردی تو صدا زدن من تأثیری نداشته، بهش میگن خاموش. پس رمز دیگر همان آمینو اسید تبدیل بشه میشه خاموش. پس این سه. حله؟ در این نوع جهش قسمتی از یک فامتن به فامتن غیر همتا، بچه غیر همتا وصل بشه بهش میگن جهش جا به جایی، به همتا وصل بشه میگن مضاعف شدن. پس حالا که به غیر همتا وصل شده میشه جا به جایی. مضاعف شدن به کیه؟ به همتا باید متصل بشه. جهش بی‌معنا چیه؟ جهشی که باعث تولیده، جهشی که باعث تولید یه چیز بیمعنی بشه. چیز بیمعنی چیه؟ رمز پایان. پس باعث تولید رمز پایان بشود، بهش میگن جهش بیمعنا. حالا اینو داشته باش، برای تو جزوه قرار دادم. چی؟ جمع‌بندی جهش ها، جهش بزرگه ها، جهش عددی، جهش های ساختاری، جهش مضاعف شدن، حذف و جانشینی در یک کروماتید، در دو کروماتید، واژگونی، همه اینا رو اینجا برای جمع‌بندی کردم. بین همتاها رخ بده میشه مضاعف شدن. تازه اینو برای بچهای ده دور قبل، بچه این همین تو ده دور هست، یکی از دورهای اون ده دور توی جمع‌بندی من جهش‌ها رو گذاشتم، اینو قرار دادم. این کلی نکته کنکوری توشه، این در حد کتاب درسی. آقا مضاعف شدن بین همتاست، حذف غالبا باعث مرگ میشه، جابجایی یا توی یک کروموزومه، یعنی از یه جای خودش کنده میشه به یه جای دیگه خودش وصل میشه، یا هم بین کروموزومای غیر همتاست. بین همتا باشه مضاعف شدن، کنده بشه به چرخه سر جای خودش بچسبه، بهش میگن واژگونی. همین در حد امتحان نهایی واقعا کفایت میکنه. امتحان نهایی سنگین تر از این نمیخواد، سوال کنکور امتحان نهایی بوده دیگه. آقا به غیر همتا میشه جابجا، یعنی در این حد. ولی من برای توی جزوه‌ای که میخوام بهت بدم اینم قرار دادم، توی ده دورم همینو به بچه‌ها گفتم، این یکی از دورها اومدم اینو کامل بررسی کردم. میخونی دوباره این که بهت میگم آقا این لایو، یه سری آقا فکر کردن که این لایو ما میخوایم بیایم فقط سوال حل کنیم، فقط سوال بگیم. دیدی نه، تو الان 3-4 تا درسنامه گذاشتم واسد، الان گفته گونه‌زای هم‌میهنی رو دگرمیهنی رو با هم مقایسه کن، بیا هر چی به پرسه میتونی جواب بدی. اوکیه؟ از نظر جدایی جغرافیایی تازه خواسته، فقط جدایی جغرافیایی نیم نمره داشته. هم‌میهنی جدایی جغرافیایی نمیخوام، دگر میهنی جدای جغرافیایی میخوام، اینها سد جغرافیایی میخوام، این بدون سد جغرافیایی. حالا
یه جور دیگه به تو میگه گونه‌زایی که ناگهانیه میشه هم‌میهنی، تدریجیه میشه دگرمیهنی. یعنی هر کدومش رو بپرسه تو جواب میدی. خطای میوزی نیاز داریم، جهش بزرگ عددی نیاز داریم، این دیگه میشه کنکوری هستن. تو ده دور هم اینو قرار دادم میشه هم‌میهنی. شارش ژن باید توقف بشه. کدوم گونه‌زاییه که شارش ژن باید توقف بشه، متوقف بشه، میشه دگرمیهنی. جهش، نوع ترکیبی، انتخاب طبیعی، اینا باعث افزایش تفاوت میشن. این دیگه کنکوریه. تو کتابم گفتتش ها. اگه بگن چه عواملی باعث افزایش تفاوت میشه؟ جهش، نوع ترکیبی، انتخاب طبیعی. رانش هم میتونه. اگر رانش اتفاق بیفته، سیر جدا شدن دو گونه سریع‌تر میشه. اوکی، اگر رانش اتفاق بیفته، جدا شدن دو تا گونه سریع‌تر اتفاق میفته. خب اینم از این. یعنی من به بهونه این سال اومدم این جمع‌بندی برات قرار دادم. لایو فردا شب هم همینه، پس فردا شب هم همینه. چیزایی که نیاز بدونم اینجا براتون جمع‌بندیشو میذارم. ببین سوالات فصل 5. گفته به سوالات زیر در رابطه با تامین انرژی پاسخ بدید. با افزوده شدن یک فسفات به آدنوزین چه مولکولی تشکیل می‌شود؟ حواست باشه. نگفته با افزوده شدن فسفات با آدنوزین دیفسفات. گفته آدنوزین یه فسفات بهش اضافه بشه. همین. میشه چی؟ میشه آدنوزین مونو فسفات. اوکیه؟ به آدنوزین یک فسفات اضافه بشه میشه آدنوزین مونو فسفات. AMP. انرژی حاصل از تجزیه مولکول گلوکوز در قندکاف. ببین قندکاف حتماً حداقل دو جا تو امتحان نهاییت میاد. حالا یا تو سعی غلط و اختصاصی خودش، یا توی انتخاب کنید و اختصاصی خودش، یا توی جای خالی و اختصاصی خودش، تو دو جا از امتحان نهاییت میاد. گفته انرژی حاصل از تجزیه مولکول گلوکوز در قندکاف و کرست صرف ساخته شدن کدام مولکولای حامل الکترون میشود؟ ببین توی قندکاف NADH، اوکیه؟ توی کرپس NADH و FADH2. شما FADH2 رو فقط تو کرپس میتونید ببینید، توی اونایی که میتوکنری دارن. NADH هم تو کرپس تولید میشه، هم توی تجزیه مولکول گلوکوز یا قندکاف دیده میشه، هم توی اکسایش پیروات تولید میشه. کرپس، کرپس، قندکافت و اکسایش پیروات. کرپس، قندکافت و اکسایش پیروات، توی این سه تا NADH ساخته میشه. گفته کدام مولکولای حامل الکترون اینا تولید میشن؟ تو قندکافت این. حالا شما باید چی جواب میدادی؟ شما همین دوتا رو مینوشتی کافی بود. همین. اوکیه؟ همین دوتا رو مینوشتی کافی بود. برو بریم. اینجا 25 صدم داشته، اینم نیم نمره داشته. همین دوتا رو باید مینوشتی. برو بعدی. بعدی چی گفته؟ گفته در رابطه با زنجیره انتقال الکترون، یون‌های اکسید ایجاد شده در این زنجیره برای تشکیل چه مولکولی استفاده می‌شوند؟ ببین الکترون میرسه به اکسیژن، اکسیژن برای اینکه اکسیژن تبدیل بشود به آب، حله؟ پس یون‌های اکسید وقتی الکترون بهش میرسه میشه اکسید، برای تشکیل چه مولکولی؟ آب یا H2O استفاده میشه. پروتون‌های فضای بین دو غشای راکیزه توسط چه پروتئینی به بخش داخلی برمیگردن؟ ببین بخواد بره به بخش داخلی میشه توسط مجموعه آنزیمی ATP ساز. اوکیه؟ بخواد بره به بخش داخلی، بخواد بیاد به فضای بین دو غشا با پمپ میاد. پس اگر بخواد وارد بین دو غشا بشه با پمپ، که پمپ هم از انرژی الکترون استفاده میکنن. اگر بخواد بره داخل راکیزه با مجموعه آنزیمی ATP ساز و با فرایندی به نام انتشار تسهیل شده. بعدی گفته در فرایند تخمیر الکلی اتانول چگونه از اتانال ایجاد می شود؟ بچه ها اتانال الکترون و هاش مثبت NADH رو میگیره، احیا میشه، تبدیل می شود به اتانول. پس اتانال با گرفتن الکترون و یون هیدروژن از NADH چی میشه؟ به اتانول تبدیل میشه. شما میدونید در تخمیر الکلی چی آزاد میشه؟
CO2 آزاد می شود. پس بگن تخمیری که کربن دی اکسید آزاد میشه میشه تخمیر الکلی. حالا اینجا رو دو تا تخمیر رو برات گذاشتم. تخمیر میخوام مقایسهشون رو برات بنویسم. هر چی گفتن رو بتونی جواب بدی. الان این تخمیر چی داره تولید میکنه؟ لاکتات. یعنی تخمیر چیه؟ لاکتیکیه. پس اگه بهت بگن تخمیر تک مرحله ای، یه مرحله بیشتر نداره. ولی این دو مرحله ایه. پس بگن تخمیر دو مرحله ای. اول پیروات میشه اتانال، بعد اتانال میشه اتانول. اوکیه؟ بگن تخمیری که کربن دی اکسید آزاد نمیشه، میشه این لاکتیکی. کربن دی اکسید آزاد میشه، میشه الکلی. بگن اینجا الکترون به ترکیب سه کربونه میرسه، به پیروات داره میرسه الکترون، ولی اینجا الکترون داره به اتانال میرسه. اتانال دو کربونه است، پس الکترون به دو کربونه میرسه. اینجا اصطلاحا میگن تخمیر لاکتیکی یک تخمیریه که باعث، چون الکترون میرسه به پیروات دیگه، پیروات کاهش پیدا میکنه، اینجا اتانال کاهش پیدا میکنه. کاهش پیروات میشه تخمیر لاکتیکی، کاهش اتانال میشود تخمیر الکلی. خب این که الکل تولید میکنه، تخمیر لاکتیکی هم که در ماهیچه های اسکلتی انسان انجام میشه، تجمع لاکتیک اسید باعث درد میشه، خب این تخمیره میتونه هر کدومشون رو بگه، باعث ترش شدن شیر میشه، برای تولید خیارشور استفاده میشه، همه اینا. اینم که کربن دی اکسید آزاد میکنه، تخمیر الکلی در بدن انسان انجام نمیشه، این در بدن انسان انجام بشه انسان دائم المست میشه. اوکیه؟ پس این انجام نمیشه، این انجام میشه. نکاتشو داشته باشیم. حله؟ اینم از مقایسه تخمیرها. گفته در رابطه با آزمایشی که برای بررسی این فرض انجام شد که همه طول موج‌های نور مرئی به یک اندازه در فتوسنتز نقش دارن. اون آزمایشی که از اسپیروژیر استفاده شد، یعنی اون جلبک سبز رشته‌ای که کلروپلاست نوار شکل داشت، به اضافه یه سری باکتری‌های هوازی. اوکیه؟ گفته نام جلبک رشته‌ای که اسمشو گفتم دیگه، اسمش چی بود؟ اسپیروژیر. اسپیروژیر بچه‌ها جلبک رشته‌ایه. ویژگی‌های دیگه‌ش اگر بخوان، کلروپلاستش هم چیه؟ نواری شکله. حالا هستش یه سری انشاباتی داره ولی خیلی اهمیتی نداره الان برای کنکورتون. بله، مثلا توی 10 دور من اومدم ویژگی تمام آغازیان کتاب درسی رو یه جا براتون بررسی کردم. گفته از این آزمایش میتوان نتیجه گرفت که رنگیزه اسید در فتوسنتز بچه‌ها کلروفیله. از این آزمایش نتیجه گرفته شد که رنگیزه اسید در فتوسنتز کلروفیله. جلبک اسپیروژیر بود. جلبک سبز هم از حواستون باشه. به خاطر همین کلروفیل رنگیزه اصلیه، فتوسنتزیشه. این از این سوال بوده دیگه. حالا بریم بعدی. ایناش اینجا گذاشتمش. اسپیروژیر آغازی جلبک سبز رشته‌ای، کلروپلاستش نواری شکله، هسته منشعب و متصل به دیواره داره. نتیجه آزمایش هم براتون نوشتم. باکتری‌ها جاهایی بیشتر جمع شدن که اکسیژن بیشتری تولید شده بود. کجا بیشتر جمع شدن؟ اونجایی که سبزینه بیشترین جذب داشت. به خاطر همین فهمیدیم که سبزینه رنگیزه اصلیه، فتوسنتزیه. اینم هدیه من توی اون جزئیه که قراره بهتون بدم. برو بعدی. گفته در فتوسنتز به پرسش‌های زیر پاسخ بدید. منشأ پروتون هاش مثبت‌های موجود در فضای داخل تیلاکوئید از کجاست؟ ببین داخل تیلاکوئید از تجزیه آبه. حله؟ و پمپی که کار میکنه. پس منشأ به شما بگن میشه تجزیه نوری آب. تجزیه نوری آب هاش مثبت تولید میکنه، پروتون تولید میکنه. گفته در فضای تیلاکوئید از تجزیه نوری آب. آقا گیاهان CAM فردا شب CAM C4C3 رو کامل واسه جمع‌بندی میکنم. گفته برای جلوگیری از هدر رفتن آب در دمای بالا چه سازشی دارن؟ بچه CAM ها میان چیکار میکنن؟ اونایی که در شب، CAM در شب روزنه ها باز میشه، در روز بسته میشه. این سازششونه. حالا اینکه چه جوری تثبیت میکنن تو جمع‌بندی فردا شب بهتون میگم. پس در شب روزنه باز میشه گیاهان کم یا CAM. اونایی که تثبیت اولیه‌شون به صورت اسید کراسولاس است. گفته یاخته‌های غلاف آوندی در گیاهان C4 و CAM چه تفاوتی با هم دارن؟ و
بچه سی چهار ها قلاف آوندیشون دارای کلوروپلاسته، یعنی توانایی فتوسنتز داره. این یکی از اصلی ترین تفاوتاشونه. سی سه قلاف آوندی فاقد کلوروپلاسته، پس توانایی فتوسنتز نداره. حالا اینجا رو این پرزنتر من واقعا بچه یه چیزی بهتون بگم، میدین چرا پرزنترم کار نمیکرد؟ چون دکمش رو زده بودم خاموش شده بود. همیشه دنبال علتهای خیلی عجیب میگردیم، ولی ظاهرا دستم ولی نگاهش هم نکردم، فکر کردم از اول روشن بوده. الانم قبلش شادانه بکن. به به استاد هادی هم اومدن، گفتم باشگاه بچه اومده بستنی قیفی دستشه. خدایا برای خودش بگیر، خیلی زشته. یه دونه بستنی قیفی گرفته اومده پشت در بر طبل شادانه بکوب. آقا کسی که به ما شیرینی قهرمانی استقلال نده، ما خودمون برای خودمون گیریم. حالا بعد از لایو در خدمتت هستیم استاد. اگه میل دارید من برم تهیه کنم. نوشه جون بستنی قیفی گرفته اینقدر. دمت گرم، مرسی، قربونت. خب بچه ها اینجا گیاهان سی چار سی امو براتون بررسی کردم. دو لپه حالا نمایندگیشون میشه سی چار و سی ام دیگه، درسته؟ به اونی که غلاف آوندیش کلوروپلاست داره میشه سی چار و سی سه، ببخشید این سی چار این سی سه. حله؟ حالا کاری ندارم، این تو جزوتون هست بررسیش. این غلاف آوندیش مورد سوال بود، آقا سی چار ها غلاف آوندیشون کلوروپلاست داره، اینا ندارن. بچه ها دو لپه که میشه سی چار، دو رو یادت باشه دو نومیان برگ داره. دو لپه دو نومیان برگ داره که حالا نمایندگیش سی سه. دو لپه دو نومیان برگ، نرده ای اسفنجی. تک لپه که حالا سی چارا رو مثال زده میشه یه نومیان برگ. تک لپه یه نومیان برگ، دو لپه دو نومیان برگ. تک لپه که یه نومیان برگ داره به جاش قلاف آوندی کلوروپلاست داره، اون کلوروپلاست نداره قلاف آوندی. روزنه ها رو ببینه، برای کنکوریا بررسی میکنم ها. روزنه در رو پوست بالایی کی بیشتره؟ سی چار، اوکیه؟ تک لپه ها. ولی اگه بخوام رو پوست بالایی رو نسبت به زیرین بسنجم، کلهم اجمعین همیشه رو پوست زیری روزنه هاش بیشتره. حله؟ حالا اینو ببین استاد، اینو من تو ده دورم گفتم به بچه ها، نمونهش اینجا گذاشتم. ببین آقا من این شکل کتاب درسیه، هر سالم یه چیزی ازش میاد. همین آقا نه، من گفتم دانش آموز روزای آخرشه، بیا هر چیزی میخواسته رو من اینجا براش گذاشتم. آقا مقایسه گیاهان دو لپه که نمایندگیش تو کتاب شما سی سه و تک لپه میشه گیاهان سی چار. آقا میاد من آقا هر سال ما از تک لپه دو لپه داریم به هر نحوی. امروز نمیدونم آقا داره ثبت میشه دیگه، من این ویدیو رو میخوام بذارم. حالا من کاری که کردم خیلی خفن تر از اینه، نمیخوام الان دوباره ده دور رو بیارم بچه ها ببینن. ببین فقط دو لپه تک لپه رو اینجا بررسی نکردم، ریشه شون، ساقه شون، برگشون، فتوسنتزشون، لپه شون، رشدشون، کوفتشون، هورموناش، همه چیزشون توی ده دور بررسی شده. واسه چی؟ واسه اینکه روزای پایانی تو همه چیزو یه جا داشته باشی در قالب آزمون. در قالب آزمون اسمش ده دوره رسمت. برای من به اندازه 500 دور گذشت. خیلی زیاده واقعا، واقعا زیاده. ببین پهنک و دنبرگ و کی داره دو لپه، این از تو متن کتاب داره، این واسه امتحان نهایی میتونه بیاد. پهنک و ببین گفتم دو لپه دو داره، پس دو نومیان برگ داره. تک لپه یه نومیان برگ داره. سوال امتحان نهایی 1400 بود دیگه، قلاف آوندی این کلوروپلاست داره، این نداره. تعداد روزنه ها رو بررسی کردم، دستجات آوندی قطورتر نازکتر، همه اینا رو بررسی کردم. بهت میدم به عنوان هدیه جزوه رو بهت میدم داشته باشی. و خصیص بازی دارم بچه ها، من فردا شب شروع لایوم واقعا زیر 500 تا باشه شروع نمی کنم. چرا؟ چون من گفتم امشب بیاین بچه ها، امروز امتحان سلامت داشتم، نمیدونم چی داشتم همچین چیزی. آره روز اوله میرید میخونید، فردا شب آماده تر میایین دو تا نمونه سوال، دوباره میرید میخونید، پس فردا شب آماده تر میرید دو تا نمونه سوال. کی این کارو میکنه؟ یعنی عملا شما دیگه میرید امتحان نهاییتو میترکونید. تازه این آزمون اول بود من این همه براتون جمع بندی قرار دادم. بریم فصل 7 مهندسی ژنتیک. گفته هنگام برش دی ان ای. حالا آقا اینجا رو ببین، بیا آقا من اصلا نباید این کارو میکردم. من از درستامه داشتم تو دوازم واقعا براشون گذاشتم،
من تو ده دورم واقعا همین کارو کردم. هر چی درس دادم توی دوره جامعه من بوده پیام تشکرها هست دیگه، گذاشتم تو ده دور. الان قبلش جنبندی چی گذاشتم؟ تک لپه دو لپه. حالا اینجا در مورد آنزیم صحبت کرده، گفتم آقا خیالت راحت آنزیمای 12مو داشته باش. اوکیه. الان گفته هنگام برش دی ان ای توسط آنزیم ایکواروان، ایناش ایکواروان، گفته پیوند فسفودیستر بین کدام نوکلئوتیدها شکسته می شود؟ بین آ و جی، بین آدنین و گوانین پیوند فسفودیستر شکسته میشه. اینا شکستن پیوند فسفودیستر توسط آنزیم ایکواروان یا برش دهنده. حواست باشه این تو کنکور دوبار اومده تشکیل پیوند هیدروژنی. البته استاد هادی اینجاست، ما اصلا تو پیوندها دخالتی نمی‌کنیم، هیدروژنی و اشتراکی و. ولی تو زیست شناسی برای تشکیل پیوند هیدروژنی هیچ آنزیمی دخالت نداره، هیچ آنزیمی خالیه جلوش، می‌بینی؟ ولی شکستن هیدروژنی تو رونویسی رنابسپاراز میتونه این کارو بکنه، ایناش تو همانندسازی هم هلیکاز این کارو میکنه. تشکیل فسفودیستر دنابسپاراز هست تو همانندسازی، رنابسپاراز هست تو رونویسی، دی ان ای لیگاز هست توی مهندسی ژنتیک. سواله، ببین سواله، اینجا پرسیده بود ایکواروان یا برش دهنده که بین آوجی پیوند فسفودیستر میشکونه. برای اتصال دی ان ای مورد نظر از چه آنزیمی استفاده میشه؟ ایناش دی ان ای لیگاز، آنزیم لیگاز، پیوند فسفودیستر. برای اتصال لیگاز، برای شکستن برش دهنده. برش دهنده بینی چی و چی و میشکونه؟ آوجی، همون ایکواروانه. باکتری هایی که دارای دنای خارجی هستن چه استفاده ازشون میشه؟ برای تولید فراورده، متن کتابت دیگه این بچه ها، یا استخراج ژن. اونایی که دیگه دی ان ای خارجی رو گرفتن دارن تو خودشون، یا برای تولید فراورده یا استخراج ژن ازشون استفاده میشه. سوال سراسری 98 بوده، کنکور دارم میگم ها، بوده، 1400 هم بوده. لایو گذاشتیم یادمه با بچهای کارن گرگان، ما لایو گذاشتیم شب کنکور 1400. اونجا دکتر رضایی به من گفت آقا حدس میزنی فردا چه سوالایی بیاد؟ همینطوری شاید بحث همینطوری بود. من گفتم آقا فصل 7 12م من شک ندارم فردا انسولین سوال کنکور سراسریه. برید نگاه کنید سراسری داخل و خارج انسولین اومده. نه اینکه پیش بینی کردیم ها، فقط اینکه سال قبلش هم جز مباحثی بود که حذف شده بود، یعنی 99، و جز مباحث خیلی خوبه. تو 10 دور کامل بررسیش کردم برای روزای آخرت. گفته چگونه پیش هورمون به هورمون فعال تبدیل میشه؟ بچه‌ها پیش هورمون با جدا شدن زنجیره سی. ببین منو، پیش هورمون دارای زنجیره سیه، هورمون فعال فاقد زنجیره سیه، دارای زنجیره سی فاقد زنجیره سی. پس اگه قرار باشه پیش هورمون رو بکنیم هورمون، باید زنجیره سیشو جدا کنیم. خود هورمون فعال، خود هورمون فعال دو تا زنجیره کوتاه داره، خیلی مهمه ها. پیش هورمون، پیش هورمون دو تا زنجیره کوتاه به اضافه سی که زنجیره بلنده. پس در واقع پیش هورمون انگار سه تا زنجیره داره، زنجیره سی هم هست. حالا اگه بخوام بهت بگم، ببین سر آمین زنجیره A وصل میشه به سر کربوکسیل زنجیره B. زنجیره سی، ببین میخوام یه جور بگم تو ذهنت بمونه، اگه بگم کدوم سر زنجیره A توسط زنجیره سی گرفته شده، میگه آمین. ببین آمین A داره، A هم که مشخصه دیگه، سر سر آمین A وصل میشه به کربوکسیل B توسط زنجیره سی. توسط زنجیره سی سر A، آمین A به کربوکسیل B وصل میشه، میشه پیش هورمون. حالا سی رو میکنیم میشه هورمون فعال. این هم آنزیم هاست. این آنزیم همون آنزیم چیه؟ برش دهنده است. حالا محدود کننده اسم قدیمیشه، برش دهنده. اوکیه. این فسفودیستر رو تشکیل میده در مرحله تولید دنای نو ترکیب دی ان ای لیگاز. برش دهنده در دو مرحله استفادهش میکنیم. مرحله اول مهندسی ژنتیک که ژن مورد نظر رو میبریم، در مرحله دوم برای برش دی ان ای حلقوی هم استفاده میشه. اوکیه. بین چی و چی رو میشکونه؟ بین آ و جی رو فسفودیستر رو میشکونه. ببین نوشتم هیدروژنی به صورت غیر مستقیم شکسته میشه،
محدود آنزیم برش دهنده فسفودیستر رو میشکونه، ولی هیدروژنی هم شکسته میشه در پی اون، خودش مستقیما هیدروژنی رو نمیشکونه. حله؟ همین برش دهنده اگه از ما بپرسن، خیلی خط خطی کردم، همین برش دهنده اگه از ما بپرسن روی دنای خطی چند تا جایگاه تشخیص داره، میگیم دو تا جایگاه تشخیص داره. اوکیه؟ اگه بگن روی دنای حلقوی چند تا جایگاه تشخیص داره، میگیم یک جایگاه تشخیص داره. اوکی شد؟ دی ان ای لیگاز بگن چند تا پیوند فسفودیستر بین آ و جی تشکیل میده، میگیم در واقع باید دو تا این سمت دو تا اون سمت چهار تا پیوند فسفودیستر تشکیل بده، پس این میشه چهار پیوند فسفر رو تشکیل میده. حل استاد؟ اوکیه همه چی؟ تمومه. آخرین سواله، آخرین سوال آزمون سراسری 1400. فردا شب خونده باشی ها؟ ای میگم سراسری، هزار بار گفتم سراسری. فردا شب آماده باشم من دو تا نمونه سوال براشون حل میکنم. بچه ها چای سرد؟ نه اوکی دیگه، الان آخرشه دیگه، برم. آره آخرشه. گفتم بچه ها باشید که حالا بتونم بگم هم کجا میتونید جزوه رو بگیرید اینا، بهتون میگم. انواع یادگیری. پرندگان به حضور مداوم مترسک در مزرعه پاسخ نمیدن. این تو خودمون هم هست. مثلا لباس میپوشی، اولش لباس رو حس میکنی، بعدش دیگه لباس رو حس نمیکنی. فرآیند عادی شدن رخ میده، خوگیری بهش میگن، یا عادی شدن یا خوگیری هم بهش میگن. دیگه مترسک ها پاسخ نمیدن دیگه. آقا ما رو سر کار گذاشتی، 10 بار اومدی، حداقل یه بار دنبال ما میدویدی، ندویدی، پس ما به تو واکنشی نشون نمیدیم. شامپانزه ها از تکه های چوب یا سنگ به شکل سندان یا چکش استفاده میکنن تا پوسته سخت میوه رو بشکنن. کلا شامپانزه به شما بگی میشه رفتار حل مسئله. حل مسئله، جعبه ها رو روی هم میچید، میرفت یه موزی رو میآورد. اوکیه؟ اینجا میاد از تکه های چوب یا سنگ استفاده میکنه تا پوسته سخت میوه ها رو بشکنه. داره رفتار حل مسئله از خودش نشون میده. نمیبینه مثلا یه دونه پوسته سخته بگه ولش کن. ببین من و تو هم، من و تو رفتار حل مسئلمون از این بیشتره، ولی یه موقع تو شرایط سخت جا میزنیم، ولی این جا نمیزنه. یه چیز سخت میبینه، فکر میکنه که چطور این شرایط رو حل کنه. ما هم رفتار حل مسئله داریم، ولی انسانان ناامید شدن خیلی خوب بلدن. اینو همیشه یادتون باشه، فرق ما با شامپانزه، ناامیدی تو این خیلی معنی نداره، این تلاششو میکنه، ولی توی ما ناامیدی خیلی زود اتفاق میفته. سقوط برای انسان ها خیلی راحت تر از پیشرفت کردن و صعوده، به خاطر همین میان و سقوط رو ترجیح میدن. الان هم که 12 کنکور سراسری داری، ممکنه ناامید شده باشی، ولی بچه ها به هر حال تا الان هر چقدر تلاش کردی دمت گرم، این پایان راه هم باید بری. این که بخوای خودتو از همین الان گیم اوور کنی، این نشون میده که تو بعدن هم توی زندگیت ممکنه همینطوری جا بزنی. پس خیلی قوی چه امتحان نهایی، چون 15 روز نهایی برای 15 روز انتهایی برای کنکور، تو خیلی خفن پیش میری. اما سوال آخر، گفته به پرسش‌های زیر پاسخ بدیم. بریم تو نقش پذیری جوجه قازها، میان بیرون میافتن دنبال اونی که متحرکه، میخواد مامانش باشه، میخواد توپ باشه، میخواد آدم باشه، فرقی نمیکنه. عامل شناخت جسم به عنوان مادر چیه؟ متحرک بودن. اینا فقط بیان بیرون، اولین جسم متحرکی که ببینن دنبالش راه میافتن. ممکنه یه توپ در حال حرکت باشه، میافتن دنبالش، فکر میکنن مامانشونه. چرا در نوعی جیرجیرک جانور نر جفت خود را انتخاب میکند؟ چرا در انسان، البته در انسان بچه ها انتخاب جفت دو طرف است دیگه، قبوله؟ بهتون گفتم انتخاب جفت میشه چی؟ میشه آمیزش غیر تصادفی. چرا تو انتخاب میکنی با چی ازدواج بکنی؟ حله؟ حالا جیرجیرک چرا نر جفت خودش را انتخاب میکنه؟ به خاطر اینکه نر یک کیسه پر از مواد غذایی به همراه اسپرم و تحویل ماده میده. به ماده میگه ماده جان این اسپرما رو بگیر، ماده تغذیه‌ای هم بگیر. شما میدونید در ماه هم ماده تغذیه‌ای از طرف جنس ماده تامین میشه، ولی این جیرجیرک نر چون میخواد یه بخشی زیادی از بدن خودش رو بده به ماده، علاوه بر اسپرم میخواد ماده تغذیه هم بده، میگه حالا که میخوام این کارو بکنم، بذار با یکی ازدواج بکنم که ارزشش رو داشته باشه. پس میگرده اون جیرجیرک خوشگله رو پیدا میکنه، میگه این خوبه. حالا میاد اون کیسه اسپرم با محتویات غذاییشو میده به اون، به خاطر اینکه تغذیه اولیه
جنین با نره. حالا یه جور دیگه هم میتونی بنویسی، به خاطر اینکه همراه اسپرمش کیسه پر از ماده غذایی هم میده. چگونه زنبورهای کارگر داخل کندو از فاصله تقریبی منبع غذایی تا کندو مطلع میشن؟ یه زنبوری میره یه جای خوبی رو پیدا میکنه، بعد میگه به به و چه چه، رفتار دیگر بر میگرده، میخواد به دوستاش بگه، به خویشاوندش بگه آقا یه جای غذا هست. چیکار میکنه؟ هم با صدا میتونه این کار رو انجام بده، هم با حرکات نمایشی. هم با صدا و حرکات نمایشی که انجام میده، صدا یعنی وزوز، و حرکات نمایشی که انجام میده، زنبورهای دیگه میتونن حدس بزنن که پس مثلا اینقدر مونده تا اون منبع غذایی، بریم و ما هم ازش استفاده کنیم، که در زندگی گروهی زنبورهای کارگر اتفاق میفته. خیلی عمالی. خب بچه ها، رسیدیم به پایان این قسمت. من براتون کلی اینجا جنبندی های کوچولو قرار دادم که به درد امتحان نهاییتون میخوره، که هیچ به درد کنکور سراسریتون هم میخوره. یعنی من فقط یه دور آزمون رو بررسی نکردم، 1:20 شد لایوم، خیلی زیاد شد خدایی، یعنی یه تکم رفتم دیگه، استراحتم نکردم. من بار دیگه فقط بچه ها چند تا موردو بگم تمام کنیم لایوو. 1، برای کسایی که توی لایو بودن گفتم جنبندی 10 دور آزمون محور برای اون 15 روز پایانیت با 57% تخفیف میتونی بگیری، دایرکت بده مشاورین راهنماییت میکنن، توی اون 15 روز آخر زیستتو بهتر کنی. این جنبندی ها رو دیدی، یه بخش کوچیکیش بود، نشون دادم 10 دور رو چقدر خفن سوالهاش و چقدر خفن جنبندیاش. پس دایرکت بده، میتونی با تخفیف دریافت کنی، مختص خودته که توی لایو من بودی و استفاده کردی، از این تخفیف هم استفاده کن. در مورد جزوه، بچه جزوه رو پی دی افش اوکی میکنم میذارم توی کانال تلگرامیم. آدرس کانال رو بنویسم، حالا البته خیلی ها کانال رو دارن، آدرس کانال اسگری آندرلاین بایولوژیه، اوکیه؟ این آدرس کانال. توی کانال جزوه رو میذارم، لایوم استاد شما لطف کنید توی گوشی سیوش کنید، توی آپارات براتون آپلودش میکنم، لینکشو براتون میذارم. پس لایو توی آپارات آپلود میکنم که خواستید دوباره ببینید ببینید، و جزوه‌رم براتون تو کانال تلگرام میذارم. اینو فقط شما میدونید دیگه که توی لایو بودید، برید تو کانال تو تلگرام و جزوه رو دریافت بکنید تا نیم ساعت دیگه. خود فایلم که تا آپلودش کنید فکر میکنم 2-3 ساعتی زمان ببره. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. حالا میخوای کامنتارم باز کنم؟ من 2 دقیقه هم کامنتارو بازه، خیلی وقته از سوال آخر بازه. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه عزیزان دل. من واقعا دیدین انرژیمو گذاشتم و دوست داشتم که بهتون کمک کنه. فردا شب به دوستاتون هم اطلاع بدید، چون خوندید آماده شدید یه مقدار لایو دومو برگزار میکنم. پس فردا شبم لایو سوم رو براتون برگزار میکنم، 5 نمونه سوال اگر همراه باشید با هم باهاتون بررسی میکنم، که انشالله برید و امتحان نهاییتون رو بهتر کنید. من نگاه میکنم ببینم، خیلی عمالی بود، فکر کنم 300 و خورده‌ای بودم توی لایو بچه‌ها دیگه، درسته؟ 400 و خورده‌ای تا 300 و خورده‌ای، خیلی عمالی بچه‌ها. مراقب خودتون باشید، خیلی هم من نتم یاری نمی‌کنه الان اینجا، ولی دارم می‌بینم. مرسی، سلامت باشی نرگس، عسل، اسم پسرم بیاد فردا، نه که فقط دختر رو خونی بچه‌ها، خوراکشون اینجور چیز هست، بذار پسرم پیدا کنم. آخه پسر کامنت نذاشته. خانم مجذوب معلم عزیز که خیلی به ما لطف دارن، معلم زیستشناسی با سابقه که همیشه به کارهای ما لطف داشتن، ممنون که توی لایو ما هم حضور پیدا کردین. استاد عزیز جان، سامان گفته چه ساعتی؟ رضا گفته اوکی استاد. فردا ساعت 8:30 بچه، فردا لایو ما 8:30 شبه. جزورم که گفتم کجا میذارم، کانال تلگرامی مادرس رو گذاشتم، لایوم توی آپارات براتون آپلود میکنم. حمید هم گفته اسم پسرها رو بگین، بچه ها گفته C3 با CAM یکیه. نه بچه، این چی یکیه؟ اگه منظورت فتوسنتزشونه، نه، سوالتو میتونی واضح تر بپرسی. خسته نباشید بچه ها، مراقب خودتون باشید، دیگه خیلی داد زدم، مخلصم، خدافظ شما.